بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. آیه شریفه هل جزاء الاحسان الا الاحسان در سوره مبارکه الرحمن. منظور از احسان اول دو برنامه از پاکان عالمه. منظورم از پاکان اهل ایمانه. البته ممکنه اهل ایمان در برخورد به یک سلسله حوادث لغزش پیدا بکنن، اما به خاطر ایمانشون و به خاطر معرفتشون و اینکه میدونن در رحمت حق به روی اونها بسته نیست، از لغزششون توبه کنن. با اینکه ممکنه دوچی از اونها به عنوان پاکان یاد شده، این تعبیر در قرآن کریم هم آمده، الطیبات للطیبین. در آیات دیگر قرآن هم هست، به این راحتی هم نمیشه انسانی رو تحقیر کرد، مورد هجوم قرار داد، داوری بد در حقش کرد، به خصوص که ما از پرونده های همدیگه هیچ اطلاعی نداریم و پیمودن هر راهی برای آگاهی از پرونده های خلوت ما یا گذشته ما برای هر مرد و زنی حرام اعلام شده. هیچ کسی حق نداره در مقام تجسس بر بیاد. قرآن کریم در سوره حجرات نهی سنگین میکنه، ولا تجسسو، در مقام جستجو و تفتیش از خلوت کسی، گذشته کسی و باطن کسی بر نیاییم، برای اینکه اگر به آبروی مردم لطمه بخوره، خب وضع مردم یه وضع دیگه میشه. این سرمایه اعتبار و سرمایه آبرو سرمایه خدا داده است و اینقدر هم آبروی مردم ارزش داره که پیغمبر می‌فرماید به ناحق
کسی اگر آبروی کسی رو ببره، گناه ریختن آبروی مردم با گناه ریختن خونشون مساویه. یعنی قیمت آبرو قیمت جانه. حالا یه دختر خانومی با یه آقا پسری بینشون عقد بسته میشه، واقعا بر پسر حرامه که از گذشته دختر تجسس بکنه، که شما ایامی که مدرسه بودی، دبیرستان بودی، آیا با پسری بودی نبودی، چیکار کردی؟ بر دختر هم حرامه این جستجو رو در حق همسرش داشته باشه و بر همه ما جستجوی در باطن برنامه های ما نسبت به هم دیگه حرامه. اینقدر آبرو قیمت داره که در روایات ما وارد شده. امیرالمؤمنین می‌فرماید اگر از یه محلی عبور بکنم و ببینم زن و مردی در یه جای بیدر و پیکر مشغول گناهم، من بدون اینکه نگاه بکنم عوامو میندازم روشون که کسی اونها رو نبینه آب روشون بریز. شما ببینید پروردگار عالم در قرآن در سوره نور اگر کسی اومد زنای مرد و زنی رو مطرح کرد که این مرد و زن مرتکب این گناه زشت شدن، اولا به مرد زناکار و زن زناکار واجب نی بره اگر گیر افتاد در دادگاه بگه من این کارو کردم، اقرار واجب نی. ثانیاً اگر قاضی بخواد گناه رو اثبات بکنه، خدا در قرآن می‌فرماید 4 شاهد عادل باید در دادگاه بیان شهادت بدن و شهادت 4 هم تنها باید باشه. اگر یه ساعت و پس و پیش گفتن، یکی گفت ساعت 9 بوده، یکی گفت 10 به 9 بوده، شهادت قبول نیست و 4 شاهد عادل هم باید این عمل رو شهادت بدن. و ما تو کره زمین زن و مرد رو نداریم که جلو 4 تا شاهد عادل زنا بکنه. اصل خداوند تعلیق به امر محال کرده، اصل قابل اثبات نه. و اگر کسی به کسی بگه حرامزاده در حالی که هیچ زنایی رو از این زن و شوهر ندیده که حالا به بچهشون میگه حرامزاده، واجبه این گوینده رو بخوابونن و 80 شلاق به بدنش بزنن که حرمت یه خانواده رو شکسته. خب خیلی مهمه این مسئله. این که می‌فرماید احسان اول آیه، دو کار پاکان. پاکان کیان؟ همین شماری میگه قرآن پاکان، کسی که ایمان به خدا و قیامت داره پاک. آبروی پاکان هم به هر قیمتی باید محفوظ بمونه و مردم هم
بی دلیل درباره کسی حق داوری ندارند. و اگر این رو خیلی خوب اسلام حلاجی کرده، اگر یه وقتی من اتفاقی در یه برخوردی گناه یکی رو در خلوت دیدم و اونم نمیدونست که من دیدم، تکلیف من چه؟ من دو تا تکلیف، تکلیف واجب، یکیش اینه که تا آخر عمرش کوچکترین اشارهی به این که من یه روزی تو رو دیدم نباید بکنم، او رو نباید پیش خودم خوردش بکنم. تکلیف دومم هم اینه که زبانم در حق او تا بمیرم باید ساکت باشه. اگر بیام به داداشم بگم، به شریکم بگم، به هم هیئتی بگم، به هم مسجدی بگم، ممکنه اون بره توبه کنه، قطعاًم توبه میکنه، خدا هم قبول میکنه، اما نسبت به من که رفتم گناه دیگری رو پخش کردم، یه همچین پرونده‌ای رو خدا در قرآن باز کرده، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، کسی که گناهی رو از پاکان پخش بکنه، فلهو عذاب علیم، برای او در قیامت عذاب دردناکی خواهد. تهمتم که دیگه جای خود داره. پیغمبر می‌فرماید به هر پاکدامنی کسی تهمت بزنه، قیامت در یه تلی از آتیش میندازنش، میگن این تهمت رو ثابت کن و بی بیرون. تو گفتی فلانی دزده، فلانی پاک دامنی، فلانی با زن نامحرم رابطه داشته، اینو ثابت کن بعد از این آتیش بیا بیرون. اما دستانه در جامعه ما تجسس و پخش گناه و زدن آبروی مردم عجیب رواج داره. جامعه ما از نظر عبادت نمرش 16-17 است، از نظر سیاسی هم نمرش 19 است، از نظر شجاعت هم نمرش 20 است، از نظر اخلاق نمرش 2 است. جامعه از حسنات اخلاقی خالیه که آبروی مردم رو حفظ بکنن، تهمت نزنن، باطلگویی نکنن، رمی به ناحق نکنن مردم رو. نه، این بازار این چنینی بسیار بازار زیان‌آوریه، بسیار. قیامت سختی هم برای چنین مردمی تهیه دیده شده. خب دو کار پاکان رو خدا گفته احسان، یک عبادت حق، حالا هر عبادتی که تکلیف اونها بوده، نماز احسان یعنی نیکوکاری، روزه احسان، حج احسان، انفاق احسان، کمک مالی زکاتی احسان، اون چه مربوط به خداست به عنوان تکلیف بر عهده عبده وقتی انجام میده میشه احسان. این یک کار.
کار دوم که خیلی هم قرآن بهش اهمیت داده، خدمت به خلق. این که آدم وجودش گره گشاش، حالا یا با زبونش یا با آبروش یا با پولش یا با جمعیتش، یه وقت خودم آبرو داره پول نداره، حسم میکنه با این آبرو میتونه یک سال جازیه 30 تا دختر رو فراهم کن، بهش اعتماد دارن مردم، به مردم بگه پول بدین، میگن چه پول میدن. این خدمت به خلق. میاد میبینه پول سنگینی داره، میگه برای چی نگردارم، یه درمونگا میسازم 5 طبقه برن مردم استفاده کنن، نمیخوامم اسم من روش باشه. یه مسجد میسازه، 2 مدرسه میسازه، میره یه مناطقی که مردم فقیرن پول میسازه، قصال خونه درست میکنه، یه درمونگا میبره اونجا. ما یه مش رفیق داریم پول ندارن اما خیلی آبرو دارن. اینا تو کمربند ایران دارن میچرخن. فکر کنم نصف دایره ایران رو اینا چرخیدن، درمونگا درست کردن، مدرسه درست کردن، حوزه درست کردن، دبیرستان درست کردن. چجوری؟ چون آبرو دارن، شخصیت دارن. سالی یه بار پولدارای حسابی متدین رو دعوت میکنن، منم جزو دعوت شدگان اون جلسم. یه بارم هست 20 دقیقه من سخنرانی میکنم برای کل این تأسیسات و حقوقایی که باید بدیم. 200 میلیون لازمه، 200 میلیون هم همون یه شب میدن، تا سالی دیگه با خیال راحت رفقای ما کار رو ادامه میدن. این احسانه. احسان دوم معنیش بهشته. این سؤال خداست، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش عبادت حق و خدمت به خلق غیر از بهشته؟ خودش جواب نمیده خدا این سؤال، واگذار به فطرت بندگانش کرده خود مردم جواب بدن. آیا پاداش نیکی غیر نیکی هست؟ نه، نیست. حالا بگردیم و احسانهای خدا رو در حق خودمون ارزیابی کنیم. خب این با 1 منبر و 10 منبر و 1 میلیون منبر هم قابل حل نیست، برای اینکه تو سوره ابراهیم می‌فرماید اون چه نعمت به شما دادم که احسان منه قابل به عدد کشیدن نیست. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بعد احسان خودش رو میگه، میگه ان تعدوا، اگه بشینین بشمارین احسان منو نسبت به خودتون، لا تحصوها، نمیتونین بشمارین. حالا من براتون میگم چجوری نمیتونین بشمارین. امشب که رفتیم خونه هامون، اینجا نمیدونم شام بهتون میدن یا نه، بویی که نمیاد، فکر نمی کنم چیزی بهتون بدن، اما خونه هامون که رفتیم،
اولین لقمه رو که برداشتیم نخوریم، نگر داریم تو دستم. قرآن میگه فلینظر الانسان الی طعامه، واجبه، وجوبش هم از اون لام استفاده میشه. فلینظر الانسان الی طعامه، واجب انسان با دقت فکری، نه با چشم. با چشم ما هر شب میبینیم، شامو هر روزم نهار و صبحونه رو میبینیم. نظر یعنی با دقت عقلی لقمه رو ببینه، همین یه لقمه حساب بکنه چند میلیارد چرخ در این عالم گشته تا اومده سر سفره. چند قطره آب پاش ریخته شده تا رسیده تو دست شما، یعنی چقدر انرژی خورشید به سطح دریاها تابیده، بخار برده بالا، بارون برگردونده، چه فعل و انفعالاتی در خاک صورت گرفته، چه مقدار اکسیژن هوا و ازوت هوا مصرف شده، چه مقدار تشعشعات کیهانی به زمین رسیده و با خاک قاطی شده برای کمک به این لقمه. میتونین به دست بیارین که این لقمه چند میلیارد کانال و گشته تا به شما رسیده؟ نه، کی میتونه به شما؟ شما هم که حوصله مطالعه ندارین. من اسم یک کتاب و حداقل ببرم به نام علم و زندگی، حدود 700 صفحه هست، یک گوشه بسیار کوچکی از فعل و انفعالات خورشید و جو و زمین رو نسبت به انسان بیان کرده. کی میتونه بشماره؟ هیچکی. یه نامی که از قدیم به مجموع نعمتهای خدا گذاشتن، کلمش خاصه ولی معنیش عامه، نمکه. نمک خدا، نمک خدا یعنی نعمت خدا. من یه دو سه تا برنامه راجع به حق نمک براتون بگم، خیلی لذت ببرید. خیلی. یه مجموعه از این لطائف و نکات و اشارات رو من در این کتاب شرح دعای کمیل که 2 روز در اومده نوشتم، از قدیمی ترین کتاب ها تا جدید ترین کتاب های خارجی. خود منم وقتی این شرح رو نوشته بودم خبر از کمیل نداشتم که چه خبر این دعای کمیل. حالا من خیلی تلگرافی نوشتم، شده 600 صفحه. اگه میخواستیم بریم جلو 10-20 جلد میشود که امیر المؤمنین در این دعا راجع به خدا و تربیت انسان چیکار کرده. همه تون با این اسم آشناییم، یعقوب لیس صفار، اولین بنیانگذار حکومت در ایران بعد از اسلام. یعقوب اهل سیستان بود. یعقوب اوائل جوونیش پیش باباش شاگرد بود، باباش مسگر بود، مس سفید میکرد، صفار سفید کننده مس. خوشش نیومد از این شغل.
ایامی که تو این شغل بود مثل ماها رفیق باز بود، آدم با محبتی بود، شیرین بود، خوب بود، دورشو گرفتن. پیغمبر اکرم می فرماید آدم های خوش اخلاق هم یار زیاد دارن هم روزیشون زیاده. یه روزی این یعقوب رفیقاشو جمع کرد، گفت ما که از کار مسگری سر در نیوردیم، خوشمونم نمیاد، میخوام به من کمک بکنید بزنیم بیابون این قافله های تجارتی که میان برن کمین بکنیم، آدماشو کار نداشته باشیم ولی مالشونو بزنیم. گفتم باشه. اما اینجا برادران قرآن میگه اگه پدرتون، اگه مادرتون، اگه دوستتون، اگه وکیلی، وزیری، مدیری، صندلی داری شما رو به گناه دعوت کرد جوابشون ندید. ممکنه یه مدیر اداره بشه به پایین دستیش بگه من میگم، بگو غلط کردی که میگی، تموم. من میگم یعنی چی؟ من تو خدایی؟ من میگم خدا باید بگه من میگم که حقشه. تو مدیر باید بگی عرض میکنم بیان این کارو بکنین، گناه اونام باید بگن غلط بیجا نکن نمیکن. همه تو مملکت اگه حرف اهل گناه رو گوش ندن یه مقدار سفره گناه جمع میشه. اگه گوش ندن، رفیقاش گفتن ما در اختیار تو. دو سه بار بیشتر غافله نزدن، گفتش که دوستان ای خودی مال مردم رو میبریم، دل مردم رو میسوزونیم، خوب نی، نمیبریم دیگه. گفتن نبریم، چکا کنیم؟ گفت از بیابان یه دونه کانال میزنیم شبانه، دقیقم میزنیم که این کانال بیاد زیر کف خزانه امیر سیستان، اونجا پر طلا و نقره و پول و گوهر و در و کیسه هم میدوزیم آماده. وقتی رسیدیم زیر کف نصف شب که بیرون خزانه مأمورا خوابن آروم، به اندازه این که یه نفر بره بالا سوراخ میکنیم، کل خزینه رو میریزیم تو کیسه، خودمون و دوسته نسلمون میشینیم پاش میخوریم. خوبه؟ گفتن خیلی عالیه. گوه از امشب شروع میکن. بشر چه استعدادی داره، اما کجا میبره، کجا میبره؟ از ورودی یه منطقه کسی رو گرفته بودن، اون نیروهایی که گرفته بودنش به من نشون دادن، یه کتاب قطور مذهبی رو ورداشته بود، کاملا به صورت مربع توشو در آورده بود ولی از بیرون نشون داده نمی شود. 800 صفحه کتاب پر اسم خدا و پیغمبر همینجوری بریده بود چارگوش، از این جلد به اون جلد، جلد روشم سالم، پر هروئین کرده بود داشت میبره بفروشه، گیر افتاد. خب تو که این استعدادو داری لا مذهب، بی یک کار هنری بکن. شروع کردن به کانال زدن، چقدر خاک بردن از این کانال بیرون خدا میدونه. بعد 6 ماه رسیدن زیر کف خزانه،
گوشش رو سوراخ کردم، تاریکم بود. یعقوب و من آهسته وارد میشم، شما هم بیاین، فقط کیسه ها رو بی سر و صدا پر بکن. تمام کیسه ها پر شد، ماموران بیدار نشدن. بیدار میشدن که خب همشون گیر میافتاد، همه یه دزدی میگن رفت خونه کسی، اتاق اول گشت دید هیچی نی، اتاق دوم دید هیچی نی، صاحب خونم فهمید صدای پا میاد، چادر رخت خوابشم پن کرده بود که تو اتاقای دیگه چیزی پیدا میکنه بیاره بیریزه، رفت توی اتاق دیگه، صاحب خونه اومد توی این اتاقی که چادر رخت خواب افتاده بود، رفت روش گرفت خوابی، چیزی هم نداشت ببرم. دوزده همه جا رو گشت، گفت بریم چادر رخت خوابونو برداریم بریم، اومدی صاحب خونه روش خوابیده. دوزده سرشو انداخت پایین، شروع کرد رفتن. صاحب خونه گفت کجا میری؟ گفت والا ما که دوشک تو آوردیم، بلکه خدا رو هم کنه یکی هم یه لعاب بسر بیاد، اگه مامورا میفهمیدن که میگرفتنشون. همه جنسا رو که کیسه کردن، یعقوب دید تو تاریکی یه چیزی میدرخشه، فکر کرد این قیمتی ترین گوهر این خزانه است، اومد ورداش زبون زد، دید این نمک بلوری هاست، گذاشت تو تاخچه و به نوچهاش گفت دست خالی بریم تو کانالو بریم. گفتن هیچی نبریم؟ گفت نه. رفت. وقتی رسیدن تو بیابون نشستن یه چایی بخورن، دیگه سحر بود. گفتن یعقوب 6 ماه زحمت این کانالو کشیدیم، این همه سرمایه و ثروت رو کیسه کردیم، چرا نذاشتی بیاریم؟ گویا چیز روشن فروزندهی به چشمم خورد، خیال کردم گوهر شب چراغه، برداشتم زبان زدم دیدم نمکه. من ایرانیم، نمک امیر سیستانو چشیدم، مردانگی می نمکدان بشکنم. من این نمکشو نخورده بودم، می بردم مالش، اما چیکار بکنم که مزه نمکشو من چشیدم. برادران و خواهران، چند سال ما نمک خدا رو میخوریم؟ چرا بعضیامون نماز نمیخونیم؟ چرا بعضیامون حلال و حرام خدا رو رعایت نمیخونیم؟ به قول سید الشهدا علیه السلام، یه جوونی بهش گفت آقا منو نصیحت کن، من غرق گناهم. امام 5 تا نصیحتش کرد، یکیش این بود، اگه میخوای گناه بکنی من به تو مجوز هر نوع گناهی رو میدم، شرطش اینه نمک خدا رو نخور. و چجوری آدم هوا رو تنفس نکنه؟ آب نخوره، نون نخوره، میوه نخوره، اینه پاداش خدا. اگه بنا بود ما به احسانهای خدا پاداش بدیم، معصیت پاداش خداست، بی نمازی پاداش خداست، دهنکجی به قرآن پاداش خداست، بعد حجابی در حالی که تو قرآن به زن میگه تو بنده منی، من تو رو با حجاب میخوام، این پاداش خداست. مگه لفظ حجاب در قرآن کلمه حجاب؟ مگه خدا در قرآن نمیگه جوری بیرون بیاین که شناخته نشین که زیباییم، بدگلیم، پیریم، جوونیم،
یه جوری بیان بیرون یه لباسی بپوشیم که دلهای هوسدار با دیدن شما به هوس نیفتن. این درسته اینجور نمک خدا رو خوردن و نمکدان شکستن؟ نه. یک کاسب خوبی اومد خدمت مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلس، گاه خونه ما بد جایی افتاد، وضعم هم جوری نبتونم خونم رو عوض کنم، دوچار بلام. فرمود چیه؟ گویه همسایه دارم خیلی لاته، یه مشتم نوچه داره، هر سه هفته چهار هفته یه بار نوبت شام میفته خونه این تا صبح به زن و به کوبه. فرمود اگه این لاتا رو شام دعوت کنی خونتون میان؟ گاه و فکر میکنم بیان، نمیدونم. فرمود تو رو تو برو ببینشون، دعوتشون، رئیسشون رو دعوت کن، بگو نوچهات هم بیاد، اگر قبولی داد بیا به من بگو چه شبیه منم بیاد. یه رو اومد مسجد به مرحوم مجلسی گفتش که آقا وعده دادن امشب بیان خونه ما. فرمود خب برو منم میام. لاتا دونه دونه اومدن و تو سالن پذیرایی همه نشستن و خب خوشحالم بودن امشب اینجا افتادن و سفره خیلی چرب و نرمیه و یه دفعه دیدن در اتاق وا شد و یه آخوند اومد تو. تون نگاه کردن به صاحب خونه که یعنی بابا تو در میاریم، این کیه؟ نه این به ما میخوره نه ما به این میخوره. این آقا رو اگه میخواستی دعوت بکنی با نگاهشون دارن میاد، خب با یه مش ریشدار و نماز شب خون و آثار سجده به پیشونی با ما برای چی دعوت کرد؟ ما الان میخوام بعد شام تو بریم عرق بخوریم ورق بازی کنیم، این چیه؟ بنده خدا لرزید، هیچی نگفت. مرحوم مجلسی هم سلام کرد و هیچی جوابشو نداد، اومد نشست. جالب، رئیس لاتا به مرحوم مجلسی گفت ما نفهمیدیم حرف شما آخونده تو این دنیا چیه. مرحوم ملا محمد تقی فرمود فکر میکنی حرف ما چیه؟ گو خودت بگو. گو نه شما بگو. گو نه تو بگو. گو من که حرفی ندارم بزنم، بذار این سوالو من خود شما بکنم. شما لاتا رسمتون تو این دنیا چیه؟ یه دو سه بار کلوش آبگاشو تکون داد و برداشت و گذاشت و گم ما همه میدونم زبون به نمک کسی بزنیم تا سرحد جون نسبت به او وفادار، برو تو محل بپرس. ما نمک هر که رو خوردیم دفاع کردیم ازش، تلنگور بهش نزدیم. مرحوم مجلسی گفت چند سالت رئیس؟ گفت 65 سالمون آقا. فرمود تو این 65 ساله هیچ بار تاله شده نمک خدا رو بخوری؟ خود فکر کرد و
دید تیر خلاصی رو بهش زدن. همین جوری که سرش پایین بود اش ریش ریخت، سرش رو بلند کرد و به نوچه‌هاش گفت من که شام نمیتونم بخورم، این منو بیچاره کرد، اگه تو نمک خور و وفادار به صاحب نمکی 60 سال نمک خدا رو خوردی، پس چرا وفادار به اون نیستی؟ بازی ها چیه در رو بردی؟ عرق واسه چی میخوری؟ مجلس گناه برای چی تشکیل میدی؟ یه گوشه ادا کردن حق به نمک خدا نماز، یه گوشش بله، ما که نمیتونیم کل نمک خدا رو حقش رو ادا بکنیم، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. امام حسین تو دعای عرفه میگه، میگه خدایا اگر من بخوام با در اختیار قرار دادن عمر دهر شکر یه نعمت تو انجام بدم نمیتونم، چون اگر بگم الهی شکر خود این یه نعمته که به من توفیق دادی بگم الهی شکر، برای همینم باید یه شکر بکنم، برای شکر دومم یه شکر، برای شکر سومم یه شکر، از عهده شکر یه نعمتتم عمر روزگار من حسین ابن علی بر نمیام. ولی آقایی او، کرم او، رحمت او، بزرگواری او، کرامت او اقتضا کرده که همین یه مقدار عبادت و خدمت به مردم و به عنوان شکر کامل از ما قبول بکنه. اعملو آل داوود شکرن، کاراتونو من به جای شکر حساب میکنم، به عنوان شکر حساب میکنم. نماز، نمازی که آدم وقتی میخونه سبک میشه، که دستگاهی آوردن فکر کنم داروخانه هم اوبرده باشن، این 3-4 تا رنگ نشون میده و این رنگا اوضاع اعصاب رو نشون میده. قرمز به هم ریختگی نظام عصبی، زرد، سبز، آبی. آرومترین زمان فعل و انفعالات عصبی رو سبز نشون میده. یه شب توی مجلسی یه آدمی عصبی اومد که خیلی هم بدخشمه، پیغمبر میفرماید این عصبانیت نمونه ای از شعله های آتش جهنم. خش قرآن مجید راضی نی کسی خشمگین بشه، نه در مقابل پدر مادرش، نه همسرش، نه بچه‌هاش. حالا ای ما رفتیم و خواستن ما رو از کوره در ببرن چی کار بکنیم؟ قرآن میگه از کوره در نرید، اون میخواد درتون ببره، شما در نرید. عصبانی نشو،
عصبانیت نه این که کلید حل مشکل نیست، به مشکلم اضافه میکنه. پیغمبر رو منبر داشتن حرف میزدن، از پشت پرده یواشکی یه دست اومد از پشت سر، پیغمبر رو عباش نشسته بود، این وسط عبا رو گرفت، پیغمبرم حواسش جمع مردم بود، جوری کشید که این نخ وسط عبا گردن پیغمبر رو برید، دستم رفت. پیغمبر یه مقدار جا به جا شدن و عبا رو نگاه کردن، دیدن یه تیکه عبا رو با قیچی بریدن و بردن. گفتن یا رسول الله چی شد؟ فرمود فکر میکنم این خانوم مریضی داره، کسی رو داره، اومده یه تیکه عبای ما رو به عنوان تبرک برید و برد بذاره زیر سر مریضش. گفتن گردنتون خونی شده. فرمود به خودم نگفت که خودم بگم بی ببر ببر، کشید گردن ما رو خط انداخت. حالا تا غروب خوب میشه، هم خوب میشه. حالا پیر زن توجهی به این معنی نداره. خود پیغمبر شدید آدم آرومی بود، آروم. گاهی هم مردم رو امتحان میکرد ببینه چقدر آرومن. یه بار یه پیرزن به حضرت عرض کرد من نمازامو خوندم، روزهامو گرفتم، شما رو دوست دارم، قیامت میرم بهش. فرمود نه. گو من نمیرم بهش؟ فرمود نه نمیری. حتما نمیرم؟ فرمود حتما نمیرم. اومد از کوره در، فرمود آروم باش، با این قیافه کسی رو به بهش راه نمیرن. آخه اینم قیافه است، تو داری نقشه جغرافی هست، اینجا کجه اونجا راسته، اینجا آب میریزه لبت آویزونه، ننه اینجوری که نمیبرنت بهش، خواستن ببرنت قیافتو به زیباترین شکل در میارن بعد میبرنت بهش. گفت ای ننه اینجوریه، نزدیک بود ما از کوره در ریما. گاهی هم امتحان میکرد. این بند خدا اومده بود رنگ قرمز عصبی در جا. گفتم آقا نماز مغرب شاتو شروع کن. گفت چشم. سلام نماز رو که داشت میداد گفتم دستگاه رو ببندین به دستش، دگمش رو بزنین. بستن و دگمش رو زدن، رنگ سبز سیر خودشو نشون داد، نشون میداد که اعصاب در کمال آرامشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. نماز جوونا کار همه انبیا بود، کار همه امامان بود. جوونا امام حسین با این 72 نفر والله شب عاشورا تا صبح یه پلک نزدن. امام حسین بیشتر شب رو به نماز گذرون. امام حسین به قمر بنی هاشم گفت خدا میدونه که من عاشق نمازم، خدا میدونه. جوونا به خدا قسم بچه های 4-5 سالشون از کربلا تا شام یک شب 11 رکعت نماز نصف شبشون فوت نشد. یک شب
جوونا پیغمبر دو ساعت مونده بود به مرگش، به امیر المؤمنین و فضل ابن عباس گفت زیر بغل منو بگیرید ببرید مسجد، من میخوام نماز جماعت بخونم. آخرین نمازش اومد با جماعت خوند و اومد مور. جوونا این همه که تو ورزشگاه و تو زورخونه ها اسم علی رو میبرید، علی در نماز کشته شد. شما الان همین یه دونه نماز رو داشته باش، درصد بالایی از مشکلات تو حل میکنه. تا ببینیم بعدن چی میشه. تو نماز آدم اسم خدا رو میبره، رسم خدا رو میگه، پیوند با خدا برقرار میکنه، کیف میکنه، نماز میخونه آدم، نمیذاره این نماز آدم زخم اثناعشر بگیره، زخم معده بگیره، ترشحات معده رو میزون میکنه، کارایی میکنه این نماز. حداقل این نماز رو ذکر معشوق بدون. ذکر چقدر اونی که دوستشو دارید شبانه روز دوستش دارین اسمشو میبرید. پنج وقتم بیان رو به قبله وایسین نام او رو ببرید. دید مجنون را یکی صحرا نورد، در میان بادیه بنشست زفر، صفحه‌ای از خاک و انگشتان قلم، نام لیلی می نویسد دم به دم. گفت که مجنون شیدا چیست این، بهر که نام نویسی کیست این؟ گفت مشده نام لیلی می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم، چون میسر نیست من را نام او عشق بازی، چون میسر نیست من را کام او عشق بازی میکنم با نام او. از سنگین ترین مصائب کربلا مصیبت علی اکبر بود. هیچ شهیدی رو ما در این 72 نفر نداریم که در بارش نوشته باشن بدنشو قطع قطع کردن غیر از ایشون. وقتی ابی عبدالله اومد فرق شکافده عزیزشو از روی خاک روی دامن گذاشت. خیز بابا تا از این سهر نک به سوی خیمه لیلا روی. این بیابان جای خواب نازمی
ایمن از سیاد تیر انداز اینقدر بابا دلم رو خون مکن اینقدر بابا دلم را خون مکن زاده لیلا مرا محزون مکن بیشتر بدنا رو خودش آورد کنار میدون اما دید دیگه طاقت برداشتن بدن عزیزشو نداره رو کرد به خیمه جوانان بنی هاشم بیان جیگر گوشه منو از میان این بیابان برداری الهی اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و بچه هامون عنایت فرمودی خدایا دنیا و آخرت لطف و رحمت و خواست تو از ما دریغ مفرمودی خدایا با ذلت اسرائیل و امریکا دل مردم دنیا رو شاد کن خدایا گذشتگان این مردم رو غریق رحمت فرما اگر گذشتگان این مردم در برزخ گرفتارن به آبروی ابی عبدالله امشب نجاتشون بده دین ما کشور ما رهبری ما این ملت بزرگوار ما رو از حوادث حفظ فرما برحمتک یا